ایجاد و قالب بندی یک ورد آرت. یکی از راه های اعمال جلوه های ویژه به یک متن استفاده از ورد آرت می باشه. ابتدا در سربرگ اینسرت کلیک چپ می کنیم. در گروه تکست با قرار دادن مکان نما روی ورد آرت می تونیم یک ورد آرت ایجاد کنیم. روی ورد آرت اینجا من کلیک چپ می کنم. یک گالری برامون اینجا در این قسمت ظاهر میشه. از بین این ورد آرت ها یک نمونه رو انتخاب کنین. گرادینت فیل رو با رنگ قرمز انتخاب میکنم. اینجا اگر مشاهده کنین سربرگ فرمت برای ما ایجاد شد و یک کادر متنی که تونیم با قرار دادن مکان نما در این قسمت این کادر متنی رو من بیام اینجا اصلا جابجاش کنم. Your text year. Your text متن شما year اینجا. من میتونم در اینجا کلیک چپ کنم. متن مورد نظر رو تایپ کنم، زبان رو زبان فارسی میکنم با آلت و شیفت، مینویسم زبان فارسی مرکز آموزش های الکترونیکی رضوان. میتونیم نوع این فونت رو با استفاده از سربرگ های هوم نیز قلمش ابعاد مختلف رو تغییر بدیم. در سربرگ فرمت گروه شیپ استایل حالت‌های مختلف رو به این اینجا اعمال کنیم و یا رو دکمه مور کلیک کنیم. حالت‌های مختلفی رو اینجا قرار داده. من میام این حالت استفاده می‌کنم. با استفاده از شیپ فیل میتونیم یک پرکننده‌ای رو اینجا بهش اعمال بدیم و یا یک پیکچر، یک گرادینت رو اینجا بیایم در واقع بهش اعمال بدیم و یا از تکسچرها استفاده کنیم و به یک تکسچر رو بهش اعمال بدیم که با کلیک چپ کردن میتونیم اعمال رو انجام بدیم. با استفاده از شیپ آوتلاین میتونیم نو آوتلاین باشه، یعنی هیچ بوردر یا حاشیه‌ای اطرافش نباشه. با ویت میتونیم در واقع یک ضخامتی رو اینجا بهش بدیم. روی شیپ آوتلاین دوباره کلیک چپ میکنیم و با دشه میتونیم این رو نقطه چین کنیم به این حالت. در قسمت ورد آرت استایل اگر روی دکمه مور کلیک چپ کنیم اینجا حالت‌های مختلف داره که ابتدا باید این متن رو انتخاب کنیم، روی مور کلیک کنیم ببینیم در واقع حالت‌های مختلف رو اینجا داره روی اون ایجاد میکنه و میتونیم از این استایل ها یا از این حالت ها اینجا استفاده کنیم. من روی این حالت یا روی این حالت کلیک چپ میکنم، با استفاده از تکست فیل پرکننده اون رو تعیین کنیم که روی استاندارد کالر قرار میدم. رنگ ها متفاوتن. با استفاده از پیکچر میتونیم یک تصویر یا گرادینت میتونیم در واقع متن رو در این حالت گرادین استفاده کنیم و یا با استفاده از تکسچر اینجا یک تکسچری رو به اون اعمال کنیم. حالا این تکسچر میتونه از این قسمت الگوی آماده باشه یا میتونیم تکسچرها رو براش لود کنیم. ببین در واقع من این تکسچر رو بهش دادم و با استفاده از تکس افکت که میتونیم شادو سایه بزنیم، حالت‌های مختلفو داره، با رفلکشن که در واقع برای رفلکت هست، با گلو میتونیم از این حالت ها استفاده کنیم، با بویل این رو تبدیل به یه همچه حالت دکمه مانند میکنه، با روتیشن میتونیم یک چرخش سه‌بعدی در این در متن ایجاد کنیم. این حالت حالت های مختلفی که وجود داره، با نو روتیشن به حالت اولی برمیگرده و با ترانسفورم در واقع میتونیم به این حالت یا به این حالت یا در واقع به این حالت یا حالت های مختلفی که مد نظرمون هست این رو تبدیل کنیم. میتونیم این حالت موجدارش کنیم. این حالت اولیه اگر روش کلیک کنیم در واقع متن ماست که میتونیم اگر روی خود متن هم کلیک کنیم اینجا یک خط زردی وجود داره که در واقع میتونیم با استفاده از این خط زرد هم یه سری تغییراتی در اون ایجاد کنیم و با این قسمت هم که میتونیم درگ کنیم و یک کادر زیبایی رو داشته باشیم. در یک ناحیه خالی از اسلاید کلیک چپ میکنم. اگر این قسمت بک‌گراند رو که دارید ملاحظه میکنید میتونید این رو اصلا تغییر بدیم. گفتم میتونیم مثلا در این حالت اولیه به این حالت قرار بدیم، شیپ فیل رو در حالت نو فیل قرار بدیم و شیپ آوتلاین رو در حالت نو آوتلاین. و این اون متنیه که اینجا دیدین، حتی ما این رو میتونیم بچرخونیم. این اون متن مورد نظر ماست که اینجا تونستیم ایجاد کنیم و در یک ناحیه خالی از اسلاید اگر کلیک چپ کنیم تونستیم یه همچین ورد آرتی رو براش ایجاد